اما ستیزی دولت ایتالیا به روستا ها رسید متو سالوینی وزیر کشور ایتالیا در چارچوب سیاست های ضد مهاجرتی خود دستور داد تا تمام آوارگان و مهاجرانی که در روستای ریاچه واقع در استان کالابریا در جنوب این کشور زندگی می کنند از این روستا اخراج و به مراکز پذیرش مهاجران منتقل کنند این در حالی است که پلیس ایتالیا دومینیکو لوکانو شهردار ریاچه را هم به اتهام کمک به مهاجران بازداشت کرده است در همین حال هزاران نفر از مردم ایتالیا در اعتراض به بازداشت شهردار ریاچه در شهرهای مختلف این کشور تظاهرات کردند. واقعا شرماور است که یک شهردار را به خاطر حمایت از مهاجران دستگیر و زندانی می کنند. شهردار یارچه پیشتر در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در روم تاکید کرده بود بدون حضور ماجران این روستا از بین می رفت. زندگی در روستای ریاچه با کمک آوارگان مهاجران به حرکت در اومده. البته ما با مشکل بزرگ مالی رو بیرو هستیم و بودجه کافی در اختیار نداریم. به همین علت مجبور شدیم برای پرداخت حقوق مهاجران بنهای کاغذی موقت معادل اسکناس در قطعات مختلف درست کنیم تا اونها بتونن هزینه های مواد غذاییشون رو تامین کنن. باید بگم که در چند سال گذشته با حضور مهاجران خارجی جمعیت روستای ما که عملا یک کودک هم در آن نبود و همه سالمن بودن خوشبختانه افزایش یافته و پس از گذشت سالها اولین مدرسه ابتدایی آغاز به کار کرده عروسا ی ریاچه بلتان که به موفق برای ادخام مهاجران در جامعه محلی تبدیل شده شهرت جهانی دارد به گفته کارشناسان مهاجران به عنوان یک نیروی کار ارزان قیمت و همچنین به عنوان یک نیروی مصرف کننده نقش بسزایی را در توسعه اقتصاد ایتالیا ایفا کنند این در حالی که وزارت کشور ایتالیا روز به روز اقدامات سختگیران خودش علیه مهاجران تشدید میکنه. حمید معصومی نژاد خبرگزاری صدا و سیما رام